عرض سلام دارم به هموطنان و همزبانان عزیزی که عرایض منو میشنون. امروز 16 آذر ماه 1401 برابر با 7 دسامبر 2022 هستش که در خدمت شما عزیزان مخاطبین این جلسه عرایضی رو ارائه میدم. سعی میکنم مختصر عرض کنم، خیلی مایلم که فرمایشات دوستان رو بشنوم و استفاده بکنم و با کمال میل نظر خودم رو راجع به اونها خواهم گفت. تشکر میکنم از آقای شادانلو برای دعوتشون و از کلوب همگرایی استقلال آزادی در کلاب هاوس. این داره الان در اونجا به صورت زنده پخش میشه. در تلگرام من، کانال تلگرام من داره زنده پخش میشه، در کانال یوتیوب من داره زنده پخش میشه و همچنین در کانال اینستاگرام من داره به صورت زنده این پخش میشه. یک نکته بسیار مهمی را آقای شادانلو اشاره فرمودن، دلم میخواد تأکید بکنم، و اون نقش ما مردم، نقش من، سرزنش نکنم کسی دیگر رو، نقش خود من علی صدارت در این شرایطی که الان توش داریم زندگی میکنیم، سرنوشت بدی که داریم. من میتونستم بیشتر کار بکنم، من میتونستم وقتی که برمیگردیم به 40 پیش در اون به اصطلاح بهار انقلاب تبدیل به خزان و بعدم به زمستان انقلاب شد، هزار جور میتونم خودم رو نقد بکنم، نه نقد مخرب بلکه نقد سازنده، درس بگیرم که در حال عمل بکنم و در آینده زندگی بکنم. اون وقت این میشه یک کنش مردم سالارانه و حقوق مدارانه و غیر مخرب، غیر خود تخریبی. و به همین ترتیب در مورد شمای شنونده عزیز من و بیننده عزیز من که همینطور به صورت زنده و بعداً به صورت ضبط شده عرایزم رو گوش میدیم، باید اول خودمون بپرسیم که هر کدوم از ما نه به صورت نوعی بلکه به صورت شخصی چه کارهایی رو کردیم که میتونستیم یه جوری دیگه عمل بکنیم که سرنوشتمون اینی که شده نشه. هر انسانی کار انسانیه دیگه، هر انسانی کارهاشو عملکردشو میتونه بهتر انجام بده. یک دانشگاهی زندگی کردن و بعد میتونه بر اساس اون درسگیری ها از عملکرد خودش در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر مشارکت بکنه، چه به شکل فردی، چه به شکل خانوادگی و محل کار و هسته های بزرگتر و چه به شکل جمعی و ملی. امروز روز 82 جنبش خودجوشی هستش که در واقع دو روز پیش 40 شهدای 40 شهید مهسا امینی رو داشتیم و خیلی خوب داره پیش میره. یادمون باشه که در زمان انقلاب 1357 حدود 13 ماه طول کشید و اون انقلابی که به معروف شد به پیروزی گل بر گلوله، با خشونت زدایی اون ژاندارم منطقه، اون نگهبان به قول آقای کارتر جزیره ثبات منطقه رو در یک منطقه پرتلاطم و پرخشونت رو، گارد جاویدان شاهنشاهی، اون ساواک با اون به اصطلاح ید و بیضایی که داشت، با اون عرشبت که ادعا و دهی که داشتن قوای انتظامی نظامی، گل بر گلوله پیروز شد. نه قشون خارجی حمله بکنه تصرف بکنه یه جایی رو، نه اینکه میلیشیا با حرکت‌های مسلحانه و قهرآمیز، گل بر گلوله به صورت خشونت‌آمیز پیروز شد. یه مدتی بود که ما رو میترسوندن از انقلاب، اینم جزء به اصطلاح جبهه هایی بود که قدرت ها علیه ما ملت، ما مردم باز کرده بودن که بترسیم از انقلاب، ولی خوشبختانه میبینیم این دهه 80 ها که ترس رو واقعا هیچ تو وجودشون نیست، به خاطر اینکه سرنوشتشون انقدر ترسناک هست اگر که بمونن در این وضعیتی که هست، که هر چیزی پیش بیاد از اون سرنوشت محتوم در این رژیم بدتر خواهد بود. این عرضم به خدمت شما، این سرنوشتی که ما پیدا کردیم اینطور نیستش که خب بگیم حالا پس دیگه، حالا بمونیم ببینیم چطور میشه. نه، هرچی که میگذره بدتر میشه سرنوشت ما
و واقعا دست مریضات به دهه 80 ها و بقیه دهه ها دهه 70 هم دارن دنبال میکنن و دهه 60 ها هم همینجور با ایران که در تماس هستیم بسیار نوید بخش هست و اینا همش زمین ساز هست برای اینه که برسیم به سقوط فیزیکی رژیم. الان ما به نظر من در دوران گذار مدت ها هستیم، ولی سقوط فیزیکی رژیم رو میخوایم هرچه زودتر در کمال خشونت زدایی ببینیم. خب حالا بعدش چی؟ سوال اینجاست و عنوان عرایض من این هستش که بعد از سقوط فیزیکی این رژیم چی کار باید بکنیم؟ یکی از دلایلی که قدرتمدارا مستبدا سر کار میمونن اینه که به اونایی که زیر سلطه دارن تو کلشون فرو بکنن با مغزشویی و پروپاگاندا که هر چقدر من بد هستم ولی اگه من نباشم تو وضعیتت بسیار از این بدتر میشه. آقای محمد رضای پهلوی میگفت اگه من نباشم ایران میشه ایرانستان، یعنی میشه یکی از جمهوریهای ایالات اتحاد جماهیر شوروی سابق. اینا میگن هزار جور ترس رو القا میکنن دیگه. من چند تاش اینجا یادداشت کردم، در مورد انقلاب صحبت کردم که میترسوندن ما رو از انقلاب که خونریزی بزن و بکشه، دیدیم که نه، جوانها نپذیرفتن این دروغ. این دروغه، انقلاب یعنی منقلب شدن، چیز عجیب و غریبی نیست. منقلب شدن جوانهای این مملکت و منقلب دارن میکنن یه جوری که انقدر مصریه که از کووید 19 به صورت مثبت البته بسیار بسیار مصری تر هست این ریختن ترس و نپذیرفتن پروپاگاندا و مغزشویی رژیم. انقلاب خیلی چیز خوبیه، انقلاب مساویه با خشونت نیست، مگر اینی که به دست ضد انقلاب به بیراهه بره، به عکس راه خودش بره، آنطور که در سال 57 اتفاق افتاد که این اصلا خودش میتونه عنوان یک صحبت دیگه باشه. میترسونن ما رو از سوریه ای شدن، خطر جنگ داخلی. میترسونن ما رو از خطر حمله خارجی، حمله خارجی مثل اوکراینی شدن. میترسن ما رو از بین رفتن دین و ایمونمون، مذهبمون. میترسن ما رو از اینه که خب چه کسی کشور رو اداره کنه بعدش. میترسن ما رو از اینه که در این دورانی که به اصطلاح موقتی هستیم اونجا کی اداره بکنه کشور رو. نیستش که این آقایون خیلی همه به اصطلاح آیکیو ها بالا، مغزهای متفکر، همه متخصص امور، اصلا شده کشور گل و بلبل. میترسونن ما رو که اگر که ما بریم اصلا شیرازه کشور از هم میپاشه. انگار نه انگار که این همه متخصص، این همه اندیشمند، این همه نخبه در رشته های بسیار مختلف و متفاوت در داخل ایران، در خارج ایران وجود داره که همه دغدغه و عشق وطن رو دارن. که از آتش عشق هر که اون سوخته نیست، با او سر سوزنی دلم دوخته نیست. عاشقان این کشور در سراسر دنیا پراکنده هستند. اون موقع در زمان پهلوی مهر دیپلمشون خشک نشده سوار هواپیمای هما ایرانر برمیگشتن ایران. حالا اینجا چهار دهه موندن، تجربه آموختن، در دموکراسی ها زندگی کردن. هیچ مشاهده من، هیچ ملت دیگر رو مثل ایرانی ها من نمیدونم که عاشق این هستن که برگردن کشورشون برن بسازن و خدمت کنن. پس دیگه نمیترسیم، نترسیم، نترسیم. ما همه با هم هستیم داخل ایران، خارج ایران، که بریم کشور رو بسازیم بعد از فروپاشی فیزیکی این رژیم. خب حالا ما راجع به سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران داریم صحبت میکنیم. این سند رو هموطنان شما که درس خودشون رو در بوته آزمایش زمان پس دادن و نمره خیلی خوبی گرفتن در ایستادگی و استقامت در استقلال آزادی، عدم وابستگی، روپای خودشون ایستادن، پشت و قدرت کردن، قدرت‌های خارجی که دلشون میخواد یک بدیل وابسته درست بکنن، چند سال طول کشیده تا اینجور سندها رو با رایزنی ارائه دادن. مخاطب من الانه که دارم عرض میکنم در مورد این سند کی هست؟ اولا این سند مال هیچ کس نیست، مال مردم ایرانه. هیچ شخصی، هیچ از دید من، هیچ تشکیلاتی، هیچ فردی، هیچ حزبی، هیچ گروهی مالک این نیست. ما مردم ایران جمعاً مالک این سند هستیم. مخاطب من در نتیجه مردم ایران هستن، در درجه اول در جامعه مدنی،
در درجه دوم افراد در جامعه سیاسی، در درجه سوم احزاب و تشکیلات و اینها در جامعه سیاسی. بریم به اون اولویت اول من، یعنی مردم. الان بسیار نویدبخش بوده حرکت مردم در چارگوشه ایران، در خارج از ایران، که پشت به قدرت کردن و روی به ملت کردن، آنجوری که در خیابونها شعار میدن. یعنی چی؟ یعنی در گروه های کوچیک. چندین بار راجع به هسته ها گفتیم و نوشتیم و صحبت کردیم و بحث کردیم. هسته هایی رو تشکیل دادن. هستم چیز خارق‌العاده‌ای نیست. الان یه هسته ای هستیم، الان داریم با هم دیگه حرف میزنیم، یه کاری رو داریم پیش میبریم، داریم بحث میکنیم یه مطلبی رو. هسته های 5 نفری، 10 نفری، 30 نفری، 2 نفری، 20 نفری دور هم جمع شدن. یکی از بارزترینشون هی زیادتر هم میشه و فعالتر هم میشن، به لحاظ کمی و کیفی دارن هی زیادتر میشن و والاتر میشن، به اسم جوانان محلات یه چیزی، محلات اهواز، محلات شیراز، محلات غرب یا چیزهای دیگه. اینا به صورت محلهی دارن اداره امور رو به دست گرفتن. خب مخاطب این سند اون جوان ها هستن. خب حالا این هسته 2 نفره، 5 نفره، 50 نفره، 30 نفره که جمع شدن، بر اساس یه اصولی باید با هم دیگه همکاری بکنن دیگه. این سند بسیار میتونه کمک کننده باشه. پیشنهاد میکنم که در هسته خودتون این سند رو به بحث بذارید، برای اینه که حقوق مدارانه عمل کنیم، برای اینه که مردم سالارانه عمل کنیم. اگر هدف ما مردم سالاری است، اگر هدف ما حقوق مداری است، اگر هدف ما رفع خشونت و خشونت زدایی است، وسیله ما لاجرم هیچ چاره‌ای نیست. لاجرم باید اینا باشه. وسیله ما نمیتونه مردم سالاری و حقوق مداری و خشونت زدایی نباشه. برای این که اینا نوشته بشه، حالا در این شلوغی به اصطلاح تلاطمی که الان هست، بسیاری چندین سال پیش این سند رو تهیه کردن و ارائه کردن. میشه این ازش استفاده کرد، اونایی که خوب هستش ازش کشید بیرون، با روش‌های خشونت مدار، با روش‌های قدرت سالار نمیشه به مردم سالاری رسید، نمیشه به رفع خشونت و خشونت زدایی رسید. خب حالا ضامن اجراییش چیه اینا؟ حالا ما اینو رفتیم نشستیم و بسیار خوب، حالا ضامن اجراییش چیه؟ ضامن اجراییش ما مردم هستیم. شما بهترین سند رو، بهترین قانون اساسی رو، در بهشت، حالا اونایی که معتقد هستن باز بشه بیفته تو دامن این مردم، بهترین قانون اساسی، بهترین سند گذار رو بنویسن، بگن در اختیار شما مردم. ولی مردم مثل سال 57 بعد نقد بکنیم خودمون رو دیگه، به صورت جمعی رفتیم تو خونه هامون، گذاشتیم اون به اصطلاح حکومت موقت اونچنان که خواست از مردم اداره کنه کشور رو، به صورت غیر انقلابی، غیر انقلاب به معنای منقلب شدن، پشت کردن به قدرت، رو کردن به ملت. خب اگر که این مردم برن تو خونه هاشون، این سند اصلا هیچ ارزشی نداره، یه خود جوهر روی خود کاغذ، بندازش دور. بهترین قانون اساسی رو شما بنویسید، بهترین آدم هم انتخاب بشن، ولی وقتی که مردم پشتش نباشن و نیان به اصطلاح در صحنه ساختن سرنوشتشون حاضر نباشن، قطعاً این خلأ رو زور و قدرت و خشونت پر خواهد کرد. ببینید شما اینجور فرض کنید تو ذهنتون که در یه اتاقی نشستیم و داریم سرنوشت خودمون رو میسازیم. یه میزی و دور تا دور نشستیم و هر کسی روی جایی نشسته و این حرفا، داریم ما مردم نشستیم، داریم سرنوشت خودمون رو میسازیم، کمان که الان داریم این کار رو میکنیم، الان داریم کمک میکنیم در پیشبرد فرهنگ مردم سالاری. این کمتر از این نیست. خب اگه ادامه ندیم به کارهایی از این قسم، صندلی یکی یکی خالی بشه، اون اتاق نمیتونه در خلأ سرنوشت ما رو بسازه، اگر که ما نباشیم در صحنه. الان ما هستیم در صحنه، هیچ کدوم هم رئیس و وزیر و وکیل و این حرفا نیستیم. مردم سالاری یه شیء نیست که آقای بوش ورداره بذاره تو کابل و بغداد، بعدش هم حواس بفرماین آقای بایدن بیاندازن تو تهران. مردم سالاری یه فرهنگه. هر فردی، من از خودم شروع میکنم، باید پیوسته بکوشم که مردم سالارتر بشوم،
حقوق مدارتر بشم و الان دارم این تلاش رو میکنم و خوشحالم که همراه هستم در تمام دنیا به نظر میاد با این وسایل به اصطلاح ارتباط جمعی مجازی که در اختیار هست به صورت زنده و بعد هم به صورت ضبط شده داریم در پیشبرد فرهنگ مردم سالاری داریم تلاش میکنیم. پس ضمانت اجرایش همین کارهاست، از همین قسم هست که همچین سندهایی رو صیقل داده بشه، شکوفا بشه در سقوط، بعد از سقوط فیزیکی این رژیم. در ضمن سقوط فیزیکی این رژیم، از من اگه بپرسید که این آخوندها کی میرن، این جمله تکرار میکنم با همین جملات و کلماتی که استفاده میشه، تا حالا چندین بار این پرسیده شد از من، همین امروز صبح ماز از من پرسیده شد که آقا کی میرن پس این آخوندها. عرض میکنم و عرض کردم این آخوندها هیچ وقت نمیرن. کجا برن؟ این آخوندها هیچ وقت نمیرن و اگر برن از اینا بدتر میان، مگر، یه مگر داره، مگر اینه که ما مردم در ساختن سرنوشتای خودمون بالاخره بفهمیم بابا وظیفه داریم این کار رو بکنیم، باید مشارکت بکنیم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر. اگر که مشارکت بکنیم، جواب آخوندها کی میرن مثالاشو در به اصطلاح تغییر تحولات عمده‌ای که در دنیا افتاده رو یادآوری میکنم. در سودان 4 ماه طول کشید، در الجزایر 2 ماه، در مصر 18 روز، در تونس 10 روز، در رومانی 8 روز و در فیلیپین 4 روز. تعجب میکنید امشب بخوابید فردا بیدارشید ببینید که نیستن اینا؟ من تعجبی نمیکنم، ولی میتونیم این رو جامعه عمل بپوشیم، به جای که بگیم خدا کنه که فردا پوشن پوشیم از خواب و اینا نباشن، ببینیم در اون جهت چه کاری میتونیم انجام بدیم. بحث کردن راجع به این جور سندها با ضمانت اجرایی که عرض کردن به این ترتیب میتونه باشه. در این چند دقیقه که باقی مونده از این صحبت هایی که میخوام ارائه بدم، این اصل 51 اصل داره، بعد از یک مقدمه 8 بخش داره. در بخش اول حقوق اساسی رو ذکر کرده، اصل 1 تا 15. در بخش دوم شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران رو توضیح میده، اصول 16 تا 21. در بخش سوم شورای عالی قضایی موقت رو تشکیل میده، شرح میده، اصول 22 تا 28. در بخش چهارم هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی رو توضیح میده، اصول 1 اصل با 12 بند، اصل 29. در بخش پنجم حکومت دوران گذار رو توضیح میده، اصل 30 تا 36. حکومت رو توضیح بدم، این لازمه توضیح داده بشه. دولت مجموعه قوا یا شاخه های مختلف هست، حکومت به شاخه مجریه میگن، از قدیم هم میگفتن حکومت دکتر مصدق دولت شاهنشاهی ایران، یعنی قوه مجریه دکتر مصدق، قوه قضاییه، قوه مقننه. حالا ما چیزی که پیشنهاد میکنیم یک شاخه دیگه است، یک قوه دیگه است، قوه رسانه های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت، که اون هم مختصراً اینجا بحث شده. پس داریم در بخش پنجم حکومت دوران گذار، یعنی اون ادمنستریشن، اون قوه اجرایی، شاخه اجرایی که اصول 30 تا 36 راجبش بحث شده. در بخش ششم طی 2 اصل، اصول 37 تا 39، خط و زبان و پرچم پیشنهاد شده. در بخش هفتم نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی طی اصول 40 تا 45 صحبت شده راجبش. و بالاخره در بخش آخر، بخش هشتم، اصول 46 تا 51 در مورد شورای رسانه‌های ملی دوران گذار راجبش صحبت شده. من از همین آخری شروع میکنم، مدیریت رسانه‌های عمومی رو من به بحث گذاشتم که سعی میکنم یادم بمونه و لینکش رو بذارم برای علاقمندان عزیز در این پستی که بعدن در واقع این جلسه رو من توی سایت، توی وبسایت خودم منتشر خواهم کرد و قطعا به ذهنم میسپرم که اون بحث راجع به دوران گذار رو در مورد مدیریت دوران گذار رسانه ها رو اونجا بگم.
چجور میشه این کار کرد؟ به این ترتیب که در شهرهای مختلف اون کسانی که علاقمند هستن به مثلا امور رسانه‌ای لازم نیست بیان الان اشغال خیلی خوبه که بیاد اشغال بشه، کم کم هم اینجور خواهد شد، شعبه های مختلف صدا و سیما فکر بکنن ببینن که به صورت مردمی، به صورت مردم سالارانه چطور میشه این به اصطلاح صدا و سیمای مردمی رو بعد از سقوط فیزیکی اداره کرد. اون شهرستان، اون به اصطلاح شهر کوچیک، اون روستا، اینا یه شورایی رو تشکیل میدن در خودشون، اینها به صورت حقیقی و مجازی با هم دیگه در تماس، اونا شورای شهرهای بزرگتر، شورای استان و بعد یه شورای کلی که به اصطلاح اون مرکز صدا و سیما رو در این دوران موقت میتونه اداره کنه. اون چیزی که عرض کردم در مورد، عرضم به خدمت شما، شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران به این ترتیب شکل میگیره. این به بحث گذاشته میشه الان در فضای مجازی به این طور که داریم میکنیم و در همینطور در فضای حقیقی و کسانی معلوم نیستش که چطور میشه. اینه که در ذهن بگیم که مو به مو، خط به خط اینه که چه اتفاقی خواهد افتاد و تمام هر ثانیه دوران موقت و بعد از سقوط فیزیکی رو این سند پیش بینی میکنه، اینا این چنین چیزی نیست. این توهم رویابافی، چنین ادعایی هم و گندگویی هم نمیشه. بر اساس اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، این به اصطلاح جرح و تعدیل های خواهد شد، ولی کلیاتش این هستش که در این سند اومده. من الان 20 دقیقه هم تموم شد، عرایزم الان متوقف میکنم و به گوش هستم برای فرمایشات عزیزانی که در جلسه کلاب هاوس الان به صورت زنده حضور دارن. خواهش میکنم بفرم. درود بر شما جناب شادان، شما مایک زدید، بفرمید. مرسی و ممنونم جناب صدارت. خب الان اولین اتاق هست و اولین برنامه برای بسیاری متاسفانه یک کمی سنگین هست، چون در این اتاق ها یا مسائل روز بوده یا خیلی مسائل جدی که ما داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته، چون ما تجربه انقلاب 57 رو داریم و از اون تاریخ تا به امروز هم دنبال این مسئله بودیم که به چه صورتی میتونه این دوران گذار بگذره و بتونیم به یک مردم سالاری در وطن برسیم. این رو امیدوارم دوستان عزیزی که میان تو اتاق یک کمی تحمل داشته باشن، همراهی بکنن، اونهایی که البته مسائل واقعا کشور براشون مهم هست، آزادی بعد از این حکومت براشون مهم هست و میخوان بدونن که چه کاری باید بکنیم که با کمترین خسارت مردم ما به آزادی و کشور ما به استقلال برسه. من الان صحبتی نمی کنم زیاد، اگر دو دوست دیگری که در بالا هستن صحبتی در این زمینه دارن البته کوتاه بگن، یا اگر پرسشی دارن تا آقای صدارت ادامه بدن. بسیار سپاسگزارم جناب دوست. سپاس از شما جناب محمد. شما اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستیم، بعد هم می‌رسیم سراغ آقای مجید. عرض ادب احترام دارم خدمت شما جناب شادارو، دکتر صدارت و مجید عزیز و صدر خانم ماندانا. نه من بی صبرانه منتظرم، فقط دوست دارم که اگر امکانش هست لینکی باشه که آدم بتونه مطالعه بکنه. من داشتم این بخشا رو می نوشتم از بخش یک، ولی چون حالا سرعت دستم کم بود نرسیدم. اگر میشه که جناب دکتر باز مجددن این بخشا رو توضیح بدن، من شنونده هستم. سپاسگزارم، مرسی. همین تو نظرم بود. بله خیلی ممنونم جناب آقای محمد، کاملا درست میفرمایید، ولی برای احترام به وقت من فقط یک مقدمه ای رو عرض کردم و از آقای شادانلو خواهش میکنم که اون لینک هایی که در اختیارشون هست رو توی همین به صورت چت توی این اتاق قرار بدن. اگر که علاقمند باشید میتونید توی سایت من به اسم alisedarat.com تشریف ببرید، اونجا این مطالب رو میتونید پیدا کنید.
اونو به صورت یک مقاله جداگانه من نوشتم در مورد همین سند اساسی دوران گذار. اگر که تو اون قسمت بالا سمت چپ تو سایت من یه جا نوشته جستجو بزنید پادزهر، فقط بزنید پادزهر جستجو بکنید، این مقاله میاد. چرا پادزهر؟ برای اینه که مال فکر میکنم 2 سال یا 3 سال پیش بود این مقاله، اونجور ترس مردم نریخته بود که الان ریخته بود، ریخته الانه، و این رو به عنوان یک پادزهر استراب، زهر استرابی که توی جون و تن و روان و روح ما تزریق شده توسط قدرت‌ها، از انقلاب، از تغییر و تحول، از گذار، اصلاح طلبی. یادمون نره تو همین چند وقت پیش حرف آخر رو میزد، هیچ اصلا نمیشد باهاشون مقابله کرد، اینقدر تریبون در اختیارشون بود. یه پادزهری درست به اصطلاح پیشنهاد شده که اون زهر ترس ریخته بشه، که با مقدمه که عرض کردم چجور بعد از سقوط فیزیکی میشه کشور رو بر اساس در واقع این قانون اساسی موقت مال اون دوران به اصطلاح موقتی هستش که قانون اساسی دائمی، که اونم لینکش رو همونجا میتونید ببینید و آقای شادون انشالله زحمتشو میکشن، در اختیارتون هست. خیلی سوال خوبی بود و ممنونم ازتون جناب آقای محمد. سپاسگزار از شما. جناب آقای مجید بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام، وقت همه عزیزان بخیر، متشکرم از اینکه منو پذیرفتید تو استیجتون. شما استدارت، من احساس میکنم شما یک گام جلوید و این مشکل جامعه ایرانیه. ببینید، ما امروز باید به فکر آن روز باشیم، اما امروز چه بکنیم؟ ما نباید امروز رو غافل بشیم. دو کار پیرو فرماش آقای شاداندو. آقای شاداندو، ما سلسله اتاقهایی رو برگزار کردیم تقریبا با همین عنوان شما و اساتید تشریف بردن. نتیجه ای که من خلاصه ها رو عرض میکنم، دو نکته مهم از اون اتاقها حاصل شد. یک، ایجاد اندیشکده‌ای برای پرورش مدیرانی که بتونن علم کشورداری رو با نگاه امروزی تحت حاکمیت سکولار دموکراتی برای کشور بیاموزن و با دنیا ارتباط بگیرن. در کنار این، برای آنچه که جناب صدارت فرمودند، مشارکت مردم و البته تن دادن مردم به آن افرادی که این علوم را آموختند و خالصانه در خدمت کشور خواهند بود و احترام به نظر و آراء اونها در تصمیم گیری ها، نیاز به یک رسانه ملی داریم، رسانه ملی مستقل که امروز باید شکل بگیره، نه آن روزی که پس از فروپاشی یا هر آنچه که شما عنوانش رو میذارید. چرا؟ ببینید آقای دکتر، شما فهم بودید که تونس، لیبی، مصر در چند روز، چند ماه، ولی تفرق آرا و متاسفانه شاید یک نوعی پراکندگی در نگاه های سیاسی در جامعه ایرانی هست، ما رو از تونس متمایز میکنه. شما مصر رو ببینید چه بر سرش آمد، لیبی رو ببینید چه بر سرش آمد. شما در چارچوب توسعه همه جانبه به نظر بنده و نتایجی که در آن اتاقها گرفتیم که اساتید بزرگواری که شاید جناب شادانو ما رو تعریف میکردن این چند زمانی، این بود که با اولویت و اولویت توسعه فرهنگی باید صورت بگیره. همون کلمه‌ای که جناب فرمودید، مشارکت، خودش توسعه فرهنگیه. یعنی باید جامعه بره به سمت این که در امور روزمره خودش که منتج میشه به آینده خوب، مشارکت محور باشه، خودش شخصا و تحول خواهی پیشه بکنه. برای این نیاز به رسانه داریم. اگر اون افرادی رو که شایسته گماشتن بر مسند قدرت در پس و گذار هستند، مردم نشناسنشون، به مردم معرفی نشند و چهره ها رو بازشناسی نکنید در کشور، باز ما همون خلأ رو خواهیم داشت. در کنار اون، نوشتن قانون مدنی و مجازات کیفری و هر آنچه که لازمه برای دادگستری مستقل لازمه. چرا؟ به فرض عبور از این رژیم کنونی، شما باید یه قوه قضاییه داشته باشی که آماده باشه با افراد شایسته که تربیت شدن باز در همون اندیشکده در رأسش، که بتونن علوم حقوق روز رو پیاده بکنن و
بر اساس اصول سیگانه حقوق بشر. من خلاصه عرض کردم، عذرخواهی میکنم مصدقات شدم، دیدم تایتل بسیار مهمه، اجابت کردم دعوت آشادان رو و بزارتون شدم و مصدقات شکر. خیلی ممنون هستم آقای مجید گرامی. در مورد مطالب متعددی رو مطرح فرمودید، سعی میکنم که خیلی سریع جواب بدم. اولویت توسعه فرهنگی، این اولویت از دید منم هست و کاملا با شما موافقم. نمیدونم در جلسه حضور داشتید یا نه، ولی همطور که عرض کردم، مردم سالاری یک آبژه نیست، یک شیء نیست که کسی بخواد من یا حتی شما یا آقای بایدن و بقیه هم که دیگه هیچی بخوان بیارن به کشور ما. نه، مردم سالاری یک فرهنگه و این کاری که الان داریم میکنیم کار فرهنگیه دیگه، کار قهرامیز مسلسل به دست که نیست. پس داریم در با علم به اولویت توسعه فرهنگی داریم کار فرهنگی میکنیم برای پیشبرد فرهنگ مردم سالاری. فرمودید که بیایم ببینیم که بر سر مصر و لیبی و غیره چی آمد، تونستم به یه شکلایی مجزا کردید. من اونم حتی میذارم جزو این که بر سرشون واقعا چی اومد بعد از بهار عرب. آنچه که بر سر آنها اومد همون بود که بر سر ما اومد بعد از بهار ایران. چرا؟ به دلیل این که مردم مصر، مردم لیبی و بقیه جاهای دیگه، حتی مردم تونس، حالا اونا کمتر نسبت به بقیه دنیای عرب، به اندازه کافی نماندن در صحنه برای پیشبرد مردم سالاری. استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری، اینا نمیتونن از هم دیگه جدا باشن. در مورد رسانه‌های ملی مستقل گفتید، اون یکی از مطالبی است که من روش خیلی کار کردم و به نظر من با موافقت با جناب عالی بسیار بسیار اهمیت داره. آنچه که پیشنهاد شده این هستش که در یک دولت حقوق مدار رسانه‌های همگانی که بودجه‌اش رو، توجه کنید در عرض من، رسانه‌های همگانی که بودجه‌اش توسط دولت پرداخته میشه، یعنی در واقع توسط ما مردم پرداخته میشه، چون دولت باید متعلق به ملت باشه، اونا مال مردم هست، در نتیجه گردانندگان اون باید توسط ما مردم مستقیما انتخاب بشن که مستقیما به ما مردم پاسخگو باشن. یعنی همونطور که مثلا قوه مقننه یا قوه ارشد که مجریه، این شاخه های دولت انتخابی هستن، گردانندگان شاخه رسانه های همگانی هم به صورت یک شاخه دولت، به جایی که 3 شاخه باشه مقننه قضایی مجریه، 4 شاخه و 4 این رسانه ها. این هم یک ابتکار، یک پیشنهادی است که این منظور نظر شما رو میرسونه و این نکته که جناب عالی اشاره کردید رو توجه همه عزیزان رو بهش جلب میکنم. خیلی جالبه که ما ندیده و نشناخته چه دغدغه های مشترک و مشابهی با هم دیگه داریم و این پیشنهادی است که اونجا شده. یک چیز دیگه ای هم که در ابتدای فرمایشتون فرمودید که اون رو من با احترام به نظر جناب عالی مخالف هستم، فرمودید که یک گام من جلو هستم و فرمودید که این مشکل ایران هست یا مشکل ایرانی هست. امیدوارم که نگفتید مشکل ایرانی، برای اینکه ایرانی هیچ کمبودی از هیچ ملیت دیگه‌ای نداره که بگیم که ما ایرانی‌ها اینجوری، ما ایرانی‌ها اونجوری. اینم یه چیز دیگه ایست که قدرت‌ها سعی می‌کنن در تخریب شخصیت ایرانی بکوشن. ما خیلی هم خوبیم، من تو امریکا زندگی می‌کنم، امریکایی که اصلا همه مهاجرن به غیر از اون سرخپوستای اولیه و ملیت‌های دیگر رو باهاشون هستن، به خصوص در منطقه‌ای که دارم زندگی می‌کنم، نیویورک، که اونجا بیشترین مهاجرا رو داره نسبت به بقیه نقاط امریکا، و مقایسه می‌کنم خودمون رو با بقیه. هیچ مسئله قضاوتمندانه و نگاه کردن این حرفا نیست. در نتیجه من یه مقداری مطمئن نیستم چی شنیدم، امیدوارم نگفتید که اشکال ما ایرانی ها هستش. مشکل ایران، یک گام فرمودید راجع به من صحبت کردید، شما یک گام جلو هستید. نه، من یک گام عقب هستم. این سند رو ما اگه اشتباه نکنم 2-3 پیش پیشنهاد کردیم، باید نگاه کنم ببینم دقیقا کی بوده. به نظر من اینو ما در حدود چند دهه دیر روش کار کردیم و ارائه کردیم. عرضم کردم در مقدمه، نمیدونم تشریف داشتیم در اتاق یا نه، وقتی که گفتم مخاطب من برای این ارائه این سند کی هست، گفتم مردم هستن در درجه اول و بعد
جامعه سیاسی است. جامعه مدنی رو در ابتدا گذاشتم و گفتم که اون هسته هایی که الان مشغول هستم، اسمم بردم، آقای مجید گرامی شاید نبودین در اتاق، مخصوصا اسمم بردم از جوانان محلات که میدونین الان تعدادشون همینجور هم داره بیشتر میشه. در نتیجه بسیار درست فرمودید شما، ولی این نیستش که من این سند رو درست کردم بذاریم رو تاخچه حالا بشینیم منتظر تا ببینیم که این آقایون کی میرن. نه، چنین چیزی نیست و این نگرانی شما بسیار بجاست، ولی در تحلیل اینه که من یه گام جلو هستم با این توضیح که دادم، امیدوارم که قبول کرده باشید که نه، عقبم هستیم. کاش که این رو خیلی زودتر ارائه میدادیم که اون میتونست قطعا در ریختن ترس دهه 60 و دهه 70 کمک بکنه که نه، اینجورم وحشتناک نیستش که اینا به فروپاشی فیزیکی برسن. پس اون جملتون رو یا فرمایشاتتون شروع کردید که این جلو هست، الان وقت این چیزا نیست. نه، دقیقا اتفاقا وقتش همین چیزا دیرم هست، برای اینه که الان این جوانان محلاتی که دارن مدیریت میکنن این جنبش خودجوش پشت به قدرت و روی به ملت رو، ما پیشنهاد میکنیم که این وسیله خوبیه که بیایم با هم دیگه، 5 نفریم دیگه، 4 نفریم دیگه، 20 نفریم دیگه، خب بر چه اساسی با هم دیگه همکاری کنیم؟ عرض کردم اونجا بریم بگیریم مثلا بسیجی رو بزنیم بکشیم، لخ بکنیم، ولش کنیم تو خیابونا، تجاوز کنیم بهشون چوری که به خواهرها و برادرها ما میکنن، یا اینکه نه، ما خودمون حقوق مدار باشیم. این سند میتونه برای رسیدن به مردم سالاری هدف وسیله مردم سالاری رو پیشنهاد بکنه. در نتیجه امیدوارم که توضیح داده باشم. نه، این یه گام که جلو نیستیم، هیچی، چندین گام عقب هم هستیم. ممنونم از کامنت های خوبتون. آقای مجید گرامی، به گوش هستم. گام جلویید، نه اینکه اشتباه میکنید، منظورم اینکه یک گامی که باید امروز بردارید بر نمیدارید، رفتید گام دومو دارید برمیدارید. گامی که امروز بعد بردارید، شما عرض بنده رو متوجه نشدید گویا. ببینید، در راستای ایجاد یک رسانه مستقل امروز بعد گام بردارید، نه بعد از فروپاشی یا بعد از تغییر رژیم. امروز نیاز داریم برای بازشناسی و شناساندن اون افرادی که عرض کردم اگر همگام با این تحولات شما اندیشکده رو ایجاد بکنید، راجع به افرادی که عرض کردم مدیران شایسته که بتونن علوم کشورداری رو بر اساس پیشرفته ترین علوم دنیا و در بهترین آکادمی های امروز دنیا بیاموزن، اون وقت اون خلع رو که ممکنه بعد از فروپاشی ایجاد بشه نتونید اون درمان بکنید. ولی اگر این همزمانی رو داشته باشید که امروز رسانه قوی داشته باشید که بتونید تبیین بکنید و کاربردی، اون وقت اونجا جواب میگیرید. یعنی ما اگه یک سال و نیم دیگه، ممکنه شاید 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، معلوم نیست، روند تحولات شاید به گونه‌ای باشه که زمان بر باشه، به قول شما نمیشه انتظار داشت، شاید فردا جرقه‌ای خورد که مردم حضور مدیونی بیشتری داشته باشن و اتفاقات اصلا آنچوری که ما فکر میکنیم نشه و زودتر بشه یا ممکنه دیرتر بشه، هیچ کس نمیتونه پیشبینی کنه. این روند آغاز شده و ادامه دار خواهد به نظر بنده. در این راستا این رسانه از امروز باید شروع کنه کار که بتونه هم مردم رو به عنوان یک رسانه خودش بهانه‌ای بشه برای جمع شدن ما، که هر ایرانی که مخصوصا خارج کشوری ها که بیان شروع بکنن به کمک، حالا ماهانه یک آبونمانی پرداخت بکنن، 100 دلار، 200 دلار، هر کی هر چیزی که میتونه، ولی یک بایدی باشه، نه برای الزام و بایده، اون به دلیل اینکه جمع بکنه ما رو کنار هم و فرهنگ همون مشارکتی که میگید همینجا کلیکشو بزنیم، استارتشو بزنیم و بتونیم بریم جلو و گام اول رو برداریم. این رسانه چه کارها که نمیتونه بکنه؟ در ضمن این رسانه میتونه کمک جمع بکنه برای تقویت اون اندیشکده. اون اندیشکده آینده ایرانه. چون همین الان چشمتون رو ببندید ببینید، ما میتونیم 500 تا مدیر تراز اول به کشور معرفی کنیم در یک لیست. شما که تحصیل کرده این رشته اید و تو این احزاب سیاسی فعالیت کردید، من مجید حسنی نمیبینم به عنوان یک فرد کوچک جامعه، یک شهروند عادی، که اگر امروز این خلأ باشه خدای نکرده، اون وقت به قول فرمایش خودتون کسانی مسند قدرت رو به دست میگیرن که باز
همون به سرنوشت 57 یا مصر و لیبی دچار خواهیم شد و این خدا نکرده نگران کننده است برای آینده ایران و مطلوبیش کسی نیست اگه اتفاق بیفته. بله آقای مجید حسنی گرامی شما فرمودید که نمیبینید، من میبینم 500 تا که نه 5000 تاشو میبینم. در ساختن کشورمون توضیح هم دادم، شاید صدای من قطع می شد یا هر مشکلی که بود، ولی مسئله‌ای که شما مطرح فرمودید من مخصوصا توضیح دادم در عرایزم. ببینید شما در مورد رسانه تاکید می کنید، اونم توضیح دادم. رسانه میگید که ما الان بشینیم یه مقدارم به اصطلاح عملی هم باید فکر کرد، اینه که مثلا بسیار خوب نفری 100 دلار 100 تومان هر چقدر بدیم، چه جوری این کارو بکنیم؟ الانی که 82 روز میگذره از شروع جنبش با این سرعت داره پیش میره، اصلا وقت این کارا هست که حالا مثلا چه رسانه‌ای چه شکلی بسازیم؟ مثلا وی او ای درست کنیم، بی بی سی درست بکنیم، نمیدونم این چیزای دیگه که هست درست بکنیم، اون چقدر کیا رو بیاریم مثلا مدیریت بکنن اونجا. ولی اون رسانه مردمی که خانایی داره با جنبشی که در ایران هست، نه اینکه الان بشینیم تازه بکنیم، کرده شده، مدت هاست شده، برای همینه که اینا نمیتونن باهاش مقابله کنن. اون رسانه هایی که به صورت شبکه‌ای دارن با هم دیگه وسایل الان کار میکنن، اینا دارن در داخل ایران و در خارج ایران اینا با هم دیگه دست پیدا کردن و تونستن با هم دیگه در بیامیزن و بتونن به اصطلاح این کار رو پیش ببرن. الان در داخل ایران با این شبکه بندی های اجتماعی که وجود داره، با این رسانه های شخصی الان هزار جورش هست، هم در اختیار هست. این جوان ها دهه 80 ها خیلی بیشتر از دهه 70 ها و به طریق اولا 60 ها و 50 ها بلدن از اینا استفاده کنن. و این که ما بیشماریم در رسانه ها خیلی مهمه، این توجهی که جناب عالی میدید به رسانه بسیار بسیار مهمه، ولی به صورت مردمی ما داریم الان این رو مدیریت میکنیم و خیلی هم خوب مدیریت کردیم. و بعد از فروپاشی فیزیکی هم باید یه سوالی رو جواب بدیم که این صدا و سیما با این دستگاه عریض و طویلی که در اختیارش هست، این وقتی که اینا فروپاشید چی کارش بکنیم؟ همه رو مرخص بکنیم بگیم برین خونه هاتون؟ اونو که نمیشه کرد، مثل بعثی زدایی که در عراق شد بگیم که تعطیل هستن، اون که نمیشه این کار کرد. پس مدیریتش رو عرض کردم در این سند به صورت موقت اومده که چی کار بکنیم که از همون منابعی که متعلق به ملت هست استفاده بشه. و بعد از دوران گذار، بعد از به اصطلاح دوران فروپاشی فیزیکی هم عرض کردم که در قانون اساسی به عنوان شاخه چهارم دولت حقوق مدار کاملا هموزن به مسابه شاخه چهارم، نگفتم به عنوان، اون معنی خودشو داره کلمه مسابه، مثل شاخه مقننه، مثل شاخه مجریه، مثل شاخه قضایی، شاخه رسانه های به اصطلاح عمومی رو خواهیم داشت. در نتیجه من میخوام ببینم که نظرات دیگه‌ای در این مورد هست یا نیست. من فکر میکنم هم قبل از این که شما شروع بفرمایید هم بعدش در هر دو جلسه‌ای که فرمایشاتتون رو شنیدم اینا رو توضیح دادم. حالا میتونیم در یه جلسه دیگه با کمال میل میتونیم با هم دیگه این رو به بحث آزاد بذاریم که به بقیه هم امکان داده بشه که بتونن که فرمایشاتشون رو مطرح بفرمایند. خیلی ممنونم از نظراتی که دادید آقای مجید عزیز. جناب آقای محمد شما مایک زدید بفرمایید، بعدم آقای مجید دوباره مایک زدن. بله عرضم به حضورتون که جناب دکتر صدارت، من یه بخشی از فرمایشات جناب آقای مجید رو در نظر دارم، اینه که ایشون فرمودن ما یک قدم جلوتر رو من میخوام به این شکل ببینید. بعضی موقع تو دل گفتمان یه سری مسائل پیش میاد، اینه که امروز این سند شورای ملی مشخص شده و بیان شده برای عامی که حالا منم در کنار اونام هستم یه پوینت بسیار مثبته، چون عملا این حجمه و این مثال دارم میگم مسائل رو میبینم که میگم یا حالا چی شد فردای ایران چی، حالا الان انقلاب هم کردید کی میخواد نگه داره. ولی عملا این به خدمت شما پیشنویس قانون اساسی یا سند قانون اساسی که شما فرمودید بسیار اولاست،
و اینو میخواستم بگم اینه که امروز هم قدم بشیم در رابطه با حوزه رسانه‌ای و این ببین دقیقاً در مقابل جنایت، در مقابل آدمکشی همه ما یک برداشت مساوی داریم که این کار واقعا از روی قساوت، از روی بیرحمیه و همه هم محکوم میکنیم. ولی امروز میبینیم همین رسانه ها بر اساس منافع و منابعی که دارن تفسیرهای متفاوتی دارن و عملا امروز ما باید واقعا یک دورایی درست بکنیم 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر از اشخاص صالح که در کنار این هم به این بخش رسانه برسن، حالا مثل همین دونیتی که در مثال دارم میگم بستر یوتیوب به شکل دیگه یه جوری باشه که همه با هم اجماع بکنیم برسونیم این استارتو، چون مردم خواهان این هستن. وقتی مردم بدونن بعد از مسیرشون مشخصه و به زبان ساده براشون این امیدواریه خیلی براشون مغرض میشه و خیلی قدم ها سریعتر و به اون هدف زودتر رسیدنه. این که واقعا بیان از شاخص ها از افراد صالح استفاده بکنین، نه حزب، احزاب، نه گروه، نه تشکل، واقعا بیان به قایت و به قامتش در موردش صحبت بکنین و این جریان در کنار همون رسانه که آقا مجید گفتن باشه که بتونیم این صداها رو برسونیم، بتونیم اینو دونه به دونه واقعا یه منم یه نگاهی میکنم مثلا دارم میگم شاید تایم بسیار زیادی بخواد صرف این بشه که امروز فقط در همین حد باشه. من بارها بارها استدعا کردم، خواهش کردم از افراد جناب شادانلو، دیگر دوستان، اینو به ضرس قاطع دارم میگم، واقعا التماس کردم اینه که هستن نخبه ها، الیت ها، دانشمند ها، اساتیدی که امروز واقعا میتونن با همراهیشون میتونن توی تیم ورک بودن، در کنار هم بودن به این نتیجه این مطلوب برسن که اون نتیجه باعث میشه هم تلفات و همین انقلاب به ثمر برسه در کمترین زمان. و شاهد این هم بودیم عرض آخرم که هر کسی به تنهایی با فردیت اگر خواست حتی فراخوانی بده یا تشکری رو بخواد مثلا دارم استارت بزنه مورد هجومه قرار گرفت نسبت به اشخاصی که خودشونو مالک میدونستن. پس عملا تو دل این دموکراسی و دموکراتی که ما نظر داریم این بخش رو ما میخوایم بهش بپردازیم و من میگم فهمم از فرمایشات آقا مجید این بوده که اینجا این قدمه رو مبتنی بر این پیشنویس اساسی یا سند اساسی لحاظ کرده باشیم. برقرار معید بشه انشاءالله که تونسته باشم فهمه کلامو رسونده باشم. مرسی. بله خیلی متشکرم. این فرمایشی که میفرمایید رو مثلا اون 100 نفر، 200 نفر یا هر چند نفر رو کی انتخاب بکنه در حال حاضر؟ این به اونجا خواهد رسید. فرمایش شما کاملا درسته و جناب آقای مجید حسنی هم درست میفرمایند. بایستی که یک گروه به اصطلاح دیگه بتونن به اصطلاح دور هم جمع بشن و من اسمایی رو که گفتم در مورد به اصطلاح شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، اون خودش رو نشون میده. الان نمیبینم که این کار رو بشه کرد در امروز، فردا ممکن اصلا یه جور دیگه ای باشه. من این نکترم بفرمایید. ببینید من محمد رضا شایان امروز به حکم دادخواه و واقعا دارم میگم اینو به سر سقاط دانش و بینش سیاسی نداشتم، ولی این مسئولیت رو میبینم در شما جناب آقای صدارت، جناب آقای شادانلو و دیگر دوستانی که واقعا در طی این سالها تجربه کسب کردید، ارتباط برقرار کردید، مثال دارم میگم دادخواه بودید، مسئولیت اجتماعی داشتید و مبارزه کردید. این که شما هم به خدمت شما عرض شود با افراد و الیت ها در تماس هستید و اینی که میشه ارتباط برقرار کرد، حالا من نمیگم به چه دلیل
خیلی شاید در انتظار هستن، شاید به خاطر اینکه موقع مورد قرض‌ورزی یا سودگیری های بخش یا احزابی میشن استوب دادن. اینه که شما دوستان، شما بزرگ‌ها، شما اساتیدی که واقعا شناخته شده هستید، واقعا بیان که اول در وهله اول یک تشکل یا ایجاد بکنید و بگردید دنبال این افراد، بتونید ارتباط برقرار کنید و اون بخش هم میدونید تمام آدم ها میان شروع میکنن به مشارکت کردن که به اون رسانه و خیلی از مسائل برسیم. این نمیدونم چقدر با فرمایشات آقا مجید نزدیک بود، من هم همین دیدگاهو دارم، خیلی مردم امروز تشنه این قضایی هستن. بله، در اون شکی نیست، ولی متاسفانه ظرف این 40 سال چیزی که پیش اومده این بوده که بسیاری از اپوزیسیون اون کلمه خودش رو به اصطلاح اینجوری معنی داده، اپوز مخالفت، یعنی اینه که میگه خامنه‌ای نباشه من باشم، اون رو نمیپسنده به درستی. من نمیپسندم، خواستم بگم جوان دهه 80 نمیپسنده، منحصر به اونا نمیشه، ولی در یک جایی در این قضیه یک عده‌ای از جامعه سیاسی، از جامعه مدنی بالاخره خودزایش پیدا میکنه از درون این جنبشی که هست. این چیزی هست که پیش خواهد اومد، این چیزی هستش که در حال حاضر من، شما درست میفرمایید، من به هر حال میشناسم کسانی رو که میدونم کاملا پاک دست هستن، کاملا غیر وابسته هستن، کاملا مستقل هستن، کاملا عاشق ایران ایرانی هستن، ولی من مثلا فرض بکنم بیان یه لیست بدم الان همین امروز که هستیم دارم الان اینو منتشر بکنم، این از دید من یه نگاه از بالا به پایین هستش به جنبشی که در حال حرکت هست الان تماس هایی داره برقرار میشه، الان داریم با دوستانمون، الان فعالیت من به این یه ساعتی یا هر چقدری که در خدمت شما هستم که منحصر نمیشه، قبل و بعد از اونم در سراسر ایران به خصوص در داخل ایران با هموطنانی که در خط و ربط استقلال و آزادی هستن هی داریم اصلا همدیگر رو پیدا میکنیم. خیلی خیلی جالبه که علارغم این سانسورها و خودسانسوری ها اصلا فکر نمی کردم که اینقدر به اصطلاح این خط و ربط مستقل، آزاد، حقوق مدار، مردم سالار اینقدر به اصطلاح هواخواه داشته باشه. در جزئیات بدون شک با همدیگه یک اختلاف نظراتی داریم، اونم هیچ شکی نیست، ولی من شخصا در حال حاضر اینه که فکر کنم موقعش هستش که یه لیست 20 نفره، 200 نفره، 500 نفره یا هر چقدر دیگر رو بدم. به نظر من اون موقعش در حال حاضر نیست. الان توی همین جنبشی که هست یک همسازی هم داره صورت میگیره، یعنی بین این کسانی که میتونن اون گروه رو تشکیل بدن یک همسویی و همسازی داره تشکیل میشه. هرچی که میگذره بیشتر پشت به قدرت پیدا میکنه، هرچی که میگذره بیشتر روی به ملت پیدا میکنه، و این به اصطلاح شعار بسیار پرشوری که در خیابانهای ایران داده شد رو در عمل اصلا داره یک جوری متبلور میشه که بسیار نوید بخش هست واسه آینده ایران. و فرمایش شما و جناب آقای مجید حسنی کاملا درست، ولی اینه که من موافق باشم که الانه به اصطلاح یه جایی رو من تأسیس بکنم اندیشکده یا این حرفا، فکر میکنم که سرعت روند امور در داخل ایران خیلی زیاده. من نمیگم که شما نکنید، خیلی هم خوبه بکنید، همون آقای مجید که فرمودن ایشون این کار رو بکنن خیلی هم من استقبال میکنم و میشه استفاده کرد ازش، ولی اینه که من الان بخوام ارائه بدم رو عرض کردم که نظرم چی هستش. ممنونم، به گوش هستم. ممنونم جناب صدارت، جناب مجید و جناب محمد گرامی. جناب طبیب زاده، اگر شما، ممنون کرد و خوش آمدید و سلام میکنم، شما اگر در این مورد صحبت های جناب صدارت پرسشی دارید بفرمایید. ممنون میشم.
سلام خدمت دوستان و یاران عزیز و اساتید محترم. من فرمایشات قسمت از فرمایشات آقای دکتر صدارت رو گوش کردم و متاسفانه یه مسئله پیش اومد در حد شاید 20 دقیقه دور از میکروفون بودم، اصلا نفهمیدم موقعی که آقای مثلا آقای حسنی صحبت، آقای مجید خان، محمد تا اونجا که یادمه شنیدم صحبت کردن. این یه سوال برای من است، این چیزی که نوشته شده را یا منشور یا قانون یا اساسنامه ها هر چی که اسمش باشه، جسارتا عرض میکنم، تنظیمش دست کی بوده؟ دست خود شما بوده جناب دکتر صدارت؟ جواب بدم؟ فرمایشتون تموم شد؟ بله، میکروفون رو بستید. بسیار خوب. بله، عرض کنم که این سند رو دوستان عزیز من در مجامع اسلامی ایرانیان که یک جمعیتی هستش که از همون سال 60 شکل گرفته و به صورت افقی نه به صورت هرمی مشغول به کار شده و ادامه داده و تا حالا به اصطلاح تولیدات متفاوتی داشته، از جمله اون قانون اساسی که خدمتون عرض کردم، از جمله فراخوان واسه تشکیل جبهه که در حدود 11-12 سال پیش منتشر شد. این دوستان آقای مرحوم بنی صدر هستن اکثرا کسانی که این قانون اساسی رو نوشتن یا تدوین کردن و پیشنهاد کردن، و این سند دوران گذار هم همه از اعضای این مجامع بودن. در نتیجه اون عرضم به خدمت شما تجربه‌ای که بوده، اکثر کسانی هم که در نوشتن این سند، پیشنهاد این سند نقش داشتن، تجربه انقلاب 57 رو در سن اغرس داشتن، از جمله خود آقای بنی صدر که با مشاوره ایشون هم البته دخیل بوده در این سند. و عرضم به خدمت شما در نتیجه همونطور که عرض کردم از گذشته درس گرفته شده که بتونیم در زمان حالمون اون درس رو بدون خودزنی، بدون اینه که به اصطلاح خود تخریبی، اون چه که در جنگ روانی قدرت ها میخوان بلایی که سر ما بیارن سر مردم به طور کلی در تمام دنیا، بدون اینکه اون تن بدیم به اون خودزنی، در از گذشته درس گرفته شده در حال عمل بشه و برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و رهایی از زندان های خود ساخته بد و بدتر چنین چیزی پیشنهاد شده. با دوباره با تاکید مؤکد ذکر میکنم که این مربوط به همین الان هست، یعنی همین الان که جوانان ما، جوانان و مسنا فرقی نمیکنه، همه کسانی که در ایران در خارج از ایران دارن تلاش میکنن واسه پیشبرد این جنبش خودجوشه که الان 82 روزش گذشته، این میتونه یک به اصطلاح نقشه راهی باشه که چجوری بشه با هم دیگه کار کرد، از جمله و به خصوص در مورد اون مسئله رسانه‌ها. این بسیار بسیار مهمه. ببینید، این افکار عمومی داریم میگیم، الان چطور هستش که یک اتفاقی در ایران افتاده در تمام دنیا مردم قلبشون جریحه‌دار شده؟ این به این دلیل نبوده که بگیم که فلان حزب میخواد بیاد قدرت رو دست بگیره، اومده میگه زن، زندگی، آزادی، همه رو میشه یه جوری به حقوق ذاتی بشر به اصطلاح ارتباطش داد، همه شو مساوی بودن زن و مرد در مورد حقوق زندگی، حق حیات، حق ذاتی انسان، آزادی از حقوق اولیه بشر هستش، حقوق بشری که ذاتی حیات انسان هست، در نتیجه همه مکانیه، یعنی فقط منحصر به واشنگتن و نیویورک و پاریس نمیشه، در تهران و در اقصا نقاط آفریقا و عرض کنم که همه جا بشر ذاتش اینطور هستش که با این حقوق به دنیا میاد، بدون هیچ تبعیضی با این حقوق زندگی میکنه و از این دنیا میره. همه زمانی هستش، همه مکانی هستش، همه کسانی هستش بدون هیچ تبعیضی. در نتیجه به این دلیل هستش که این برد پیدا کرده این جنبش در سراسر دنیا و قدرت‌های دولتی رو و غیر دولتی رو هم مجبور کرده که بیان پشت این جنبش.
مراجعه کردن به قدرت ها از دید من غلطه و اون جوری که این افکار عمومی میگه عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن، این کاریست که انجام شده و نتیجه بسیار بسیار خوبی رو داده. ممنونم از صحبتتون، به گوش هستم. خواهش با اجازه. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر بنی صدر رو که انشالله خدا هم درجات شادی کنه. شما از سال 42 که ایشون به عنوان نماینده دانشجوها رفت برای با سمسامی آذربال در مبارزه دانشجویی برای مذاکره با نخست وزیر وقت، و آقای بنی صدر رو میشناختم، دانشکده پزشکی بودم و دانشکده به حساب ادبیات بود یا ادبیات بود بیشتر قسمت اقتصادش اگه اشتباه نکنم. به هر حال وقتی هم که رئیس جمهور شد اومد نشریه باش که من مدیر منتخب جمهوری اسلامی ایران بودم تو شهر مثل بندرعباس، خواننده روزنامه انقلاب اسلامی مرحوم بنی صدر بودم که همین واسه من باعث درسر شد. ولی مهم نبود، مهم این بود که من تشخیص داده بودم که ایشو آدم سالمیه بساب و افکارش درسته و خیلی حرفایی هم که بهش نسبت دادن بعدا تو یوتیوب که مصاحبه تو اصل ایران که باش مصاحبه میکرده همه رو دیگه کیکی رد کرد که کجا من یه افراز دادم که من نسبت دادم. خیالم راحت شد برای اینکه واقعا ایشو آدمی بود که هم دلش برای ایران و ایرانی میتپید، هم سوادش خوب بود. حالا این که چرا با فلانی همکاری کرد تو اون شرایط مگه میشد غیر از این کاری کرد؟ اگر میشد که نمیکرد، اونجا میشناخت. به هر حال خیال من راحت شد که گروهی که همکاری با مرحوم دکتر آقای بنی صدر داشتن خدا شما رو حفظ کنه، انشالله سلامتی داشته باشی تا انشالله این کار به نتیجه برسه و بالاخره این مردم روی آسایش خودشو ببینن. من فعلا شنوندم شما عرض کردم، نمیدونم بقیه دوستان در چه مورد صحبت کردن، اگه لازم شد بازم مزاحم میشم. بازم آرزوی سلامتی و توفیق برای شما آقای شادلو، آقا رضا، آقا مجید، دیگه آقا محمد، سرکار خانماندنا دارم. ممنونم ازتون آقای دکتر عزیز، آقای دکتر طبیب‌زاده گرامی، متشکرم از این تجربه‌ای که به اشتراک گذاشتین با ما. هیچ کسی رو نمی‌شناسم. ببینید این رو بدون اغراق و بدون زیاده‌گویی میگم، هیچ کسی رو نمی‌شناسم در تاریخ معاصر ایران که به اندازه آقای بنی صدر ترور شخصیت نشده باشه. ولی حالا بعد از فوت ایشون، بعد از 40 سال از اون ماجرا، میبینیم که کسانی که در ترور شخصیت ایشون نقش مدیریت رو داشتن، اونا اومدن به شکلهای مختلف میگن که مثلا یکیشون گفت ما با آقای بنی صدر بد کردیم، ما نمیدونم چطور، و ابراز پشیمونی کردن. حالا دیگه اون دیگه چه فایده داره؟ قدرت ها لازم دارن که خادم ها رو خائن و خائنها رو خادم نشون بدن. الان مثلا در ایران در اون به اصطلاح اتفاقاتی که با اصلاح طلبی و اینجور چیزها اتفاق افتاد، من یادم آقای خاتمی که انتخاب شد چجور سرزنش میکردن که بیا این الان گورباچوف ایران شد و نجات میده ایران و تو نمیدونم چطور و فلان از این حرفا. اون از دید من کمتر از یه خیانت نبود. آقای خاتمی حالا اینجا نیست خودش دفاع کنه، من زیاد کاشکی فرصت این باشه که بتونه از خودش دفاع بکنه و احتمالاً میدونه که باید جبران مافات بکنه. عمر آدم خیلی کوتاست و ایشون خیلی بدهی داره به این ملت که این ملت رو برازنده مردم سالاری ندونه. رئیس جمهور این کشور آقای خاتمی در مقام ریاست جمهوری گفت مردم سالاری با کدام مردم؟ چطور میشه انتظار داشت از این آقا که بهتر از این میکنه؟ در نتیجه این ترور شخصیتی رو که عرض کردم، شما توضیح دادید که به هر حال
این حقیقت هیچ وقت پشت ابر نمیمونه و میاد بیرون و الان حتی کسانی که نقش‌های بسیار مهمی رو داشتن در ترور شخصیتیشون اومدن و ابراز پشیمونی کردن برای اینکه میبینن اون خشونت‌هایی که کردن دامن خود و زن و بچه و خانواده خودشون هم گرفته و به طریق اولا اون کسانی که اونا اون موقع سنگشون رو به سینه میزدن مستضعفان و اینا این وضعیت اقتصادی کشور ماست در حال حاضر. و یک همچی شخصی با یک همچی عرض کنم که سابقه نظر مشورتی داشته در یک همچی سندی اون میتونه به اصطلاح کمک کننده باشه برای اینکه لااقل توجه بکنید به این سند، یه نگاهی بهش بکنید و مسلماً در حال حاضر همین امروزی که داریم با هم دیگه حرف میزنیم میتونه کمک جوانها باشه در داخل کشور برای به اصطلاح هسته هایی که از جمله به شکل محلات مختلف جوانان محلات مختلف دارن کار میکنن. من الان جستجو کردم پیداش نکردم ولی سعی میکنم پیداش بکنم. من یه گفتگوی داشتم با آقای بنی سعد که 7 جلسه طول کشید، جمعاً بیش از 8 ساعت شد که ایشون تاریخ کودتای خرداد 1360 رو از زبون خود ایشون شنیدیم. 1 سال قبل از فوت ایشون بود و واقعاً کاملترین و مستندترین روایت هاست از کودتای خرداد 1360 به صورت شفاهی. این رو میتونید گوش بدید و این رو من همینطور که میکروفون رو آزاد میکنم دنبالش میگردم، اگه پیدا کنم همین الان توی چت سعی میکنم که لینکش رو بذارم. بله، میکروفون آزاد، به گوش هستم. جناب شادان رو بفرمایید. چون من مجددا تشکر میکنم از جناب صدارت و همچنین از جناب طبیب‌زاده گرامی و خوشحال هستم که باز یکی از دوستان خط استقلال آزادی رو در این فضا پیدا کردیم. ما سالها بود، از سال درست از کودتای 60 البته که در ایران اتفاق افتاد، ولی خب از قبل از اون به دنبال استقلال و آزادی و دموکراسی در ایران بودیم، ولی بعد که این اتفاق افتاد و به خارج آمدیم همه دوستان سعی در این داشتیم که مردم رو به صورتی روشن کنیم از اتفاقاتی که افتاده و همیشه هم گفتیم که مردم خودشون رهبر هستن، احتیاجی به رهبر نداره و الان دقیقا داریم میبینیم این مسئله رو. بیش از 80 روز هست که مردم در خیابان هستن، نه رهبری هست، نه کسی هست که بگه چه کار بکنید چه کار نکنید. اینها خودشون تشخیص میدن و به درستی وقتی همه با هم باشن و همه به فکر استقلال و آزادی باشن مطمئنن بهترین راه رو انتخاب خواهند کرد. ممکنه جوان هم باشن، ممکنه تجربه ای نداشته باشن، ولی همراهی با هم، همگرایی با هم دیگر این پیروزی رو به دست خواهد آورد. الان میبینیم واقعا این پیروزی هست که خانوم ها بعد از 43 سال الان اون روسری رو کنار گذاشتن. خب این فشار جامعه و فشار اینها بود و ما هم تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم در این سالها مطالبی رو که میدونیم، تجربه هایی رو که داشتیم با اونها در میون بگذاریم و همیشه منتظر جنبش مردم بودیم. ما به هیچ عنوان در این 43 سالی که این اتفاق افتاد و تقریبا 37 سالی که بیرون بودیم دنبال این نبودیم که به طرف خارجی بریم یا از اونها کمکی بخوایم، پشتیبانی بکنن یا بخوان اونها انقلابی برای مردم ما به وجود بیارن و الان داریم نتیجهش رو میبینیم. نمیخوایم بگیم که ما این کار رو کرده، نه، همه اون کسانی که الان به جنبش در آمدن الان فکرشون استقلال، آزادیست، دموکراسیست، عدالت اجتماعیست و میبینیم که اسمی از کسی در میان نیست خوشبختانه، ولی به همین صورت که پیش بره حتما رهبران خودشون رو انتخاب خواهند کرد تا در زمان مناسب انشاءالله این جایگزینی و یا این گذار از این حکومت پیش بیاد، انجام بشه. ما تلاشمون رو میکنیم. البته واقعا من در این مدت کلاب هاوس یا این فضای مجازی
بسیار سعی کردم با کسانی که مطرح هستند و یا خودشون رهبر میدونن یا حالا در فضای مجازی اسمم میبرم، از آقای طبرزدی، خزعلی، کوروش زعیم، شعله سعدی، شریعت مداری، امیر احمدی، همه دوستان من هستن، باهاشون ساعت ها صحبت کردیم ولی متاسفانه نتونستیم به نتیجه برسیم. و از نظر من مسئله قدرت آینده در ایران هست که نتونسته اینا رو کنار هم جمع بکنه. حالا به مردم، به اینها نشون دادن که منتظر خارج نمیشینن و خودشون انقلاب رو به پیش میبرن. ما هم منتظر همون مردمی هستیم که سقوط رو نزدیکتر بکنن و راهکارهایی اگر لازم باشه که حتما هست برای جنبش جوانان در این اتاق ها گفته بشه، انشاءالله نتیجه بسیار بسیار بهتر از انقلاب 57 باشه. من سپاسگزارم و میکروفون رو میدم. جناب سم، میتونیم شما رو بشرفیم؟ با کمال میل. درود بر دوستان عزیزان، سروران، یاران و اساتید من. من جزئیات آن چیزی که نوشته شده یا مکتوب شده متاسفانه تا این لحظه دسترسی نداشتم و دیر وارد اتاق شدم، ولی با اجازه دوستان و سرورانم چند تا نکته رو خواستم مطرح کنم به عنوان طرح بس و بعد شانس اقبالی نداشته باشم که جواب اساتیدم رو بشنوم. راستش قانون اساسی یا آن دغدغه یا همهمه آن بسان پیشفرضی که نوع اهمیتش چقدر میتونه در سپهر سیاسی ایران در این معجزه 82 روز گذشته انقلاب زن زندگی آزادی موثر باشه، من اون جایگاه رو در سپهر سیاسی ایران در حال حاضر نمیبینم. دنیا 3 سال بعد از کرونا، نظم روبین جهانی 10 ماه بعد از جنگ به حساب اشغال اوکراین و هر آن چیزی که این 82 روز به حساب فضا رو جابجا کرد، این 119 زبانی که شعر و هنر و ادبیات، هر آن چیزی که زبانهای مختلف آریه گرفتن از زن زندگی آزادی در از 229 کشور جهان، نشان از این یک پویندگی و یک بالندگی داره. به باور من، من بارها بارها هم از اساتید خودم به حساب اسامی زیادی رو اینجا عنوان شد در به حساب محافلی که میرم در دست میدم، بارها گفتم که مثلا روزی روزگاری، خب 7 اکتبر 1900 منو ببخشید میلادی اگر اول شروع کنم تا آخرش میلادی بخوام بگم و به من بگید که تا چقدر به حساب وقت عزیزانو من تضییع نکنم اینجا با من گوشزد کنید چند دقیقه. ببینی عزیزان دل، آن قانون اساسی که مثلا 1789 و 27 باری که متمم خورد یا به حساب مثل اون 117 بندی رو که مشروطیت بود و 51 بندی رو که مشروطه و مشروطه و اون 5 به حساب ملایی که بایستی می آمدن به عنوان هر آن چیزی که شورای نگهبان کنونی هست، من این دغدغه رو ندارم. البته من در طول چند سال گذشته دوستانی شاید با ادبیات فکری من آشنا باشن، آن چیزی که به حساب در سفر سیاسی 2022 اواخرش و 1401 میبینم کلن به حساب قدرت سیاسی رو در سقوه آن چیزی که بوده است در حال حاضر ترسیم نمی کند. اینو رهبران پول، ثروت، قدرت، سرمایه 7 کشوری رو که بعد از کرونا تو روم جمع شدن اونا هم به خوبی دریافتن. آخرای عمر خانم مرکل بود که دیگر آن قدرت سیاسی که 4 سال یک بار بایستی بناسر یک قانون پیش بیاد، بشری رو که در چینی بحری از زمان زندگی میکنه، بشری رو که در زیر چنبره 65 تا 67 درصد اقتصاد شرکت‌های فراملیتی هست، تنها کاری که صاحبان قدرت سنتی 300 ساله کردن این بوده که آمدن 13 تا 17 درصد مالیات ببندن تا قدرت سرمایه به حساب جغرافیای سیاسی مشخص به حساب محفوظ بماند. به نظر من اگر توافق سر چند بند اساسی باشد، کار ما رو به شدت و عدت سهل و آسان‌تر می‌کنه. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر ما اینو به حساب از 4 و 5 روزی که این شورش، این جنبش رو شخصا به حساب انقلاب زن زندگی آزادی نامیدم، اونجا هم گفتم 4-5 روز بعد از به حساب 25 شهریور مرگ قتل
جینای عزیز، مقصای عزیز اونجا هم گفتم که مثلا ما میتونیم اون قدرت ملت و آن نیشن استیت، آن چیزی که جز به حساب جزواتی رو که مکتوب از 1989 به این طرف مثلا اوجلان داشته و داره در 5 کانتون سوریه داره مثلا به حساب عدم قدرت سیاسی به حساب مطلقه 300 سال گذشته دارن خودگردانی رو پیش میبرن. آیا ما پیشفرض بین دوران پیش و گذر، گذری که در حال حاضر هستیم و زمانی رو که قدرت سیاسی در پایتخت سیاسی ما وجود نداره، چه تمهیدات میتونیم اندیشه کنیم؟ به باور من یک مژده رو میشه به ملت ایران داد. اینو چند بار البته خصوصی تر گفتم در رسانه، جایی اینو عنوان نکردم. 50% قدرت سیاسی، 50% مجلس، 50% از هیئت مؤسسان، 50% از قانون اساسی رو که کسانی که 14 تا 17 نفر اسم مثلا قرار بنویسن زن باشن. یعنی 50% از جامعه سپر سیاسی، همان انقلاب زن، زندگی آزادی، مثلا لغو اعدام، مثلا آن چیزی که رهبری نوین سیاسی بشر به این تکامل رسیده. کتاب بسیار جالب و قابل استفاده‌ای داره دوست عزیزم دکتر پروفسور عطا هودشتیان، اون رهبری نوین سیاسی، اونجا منظور میشه به حساب در 17 بخش. دیروز هم در کلاب هاست بحث جالبی شد، نگاه دنیا متفاوته. من سالیان خوب عمرم رو گذاشتم تو انقلابات عربی، تحلیل آن چیزی که مثلا مصر، درست است که مصر جز تنها انقلابی بوده که در چه قرن 20 که 37 انقلاب داریم و چه قرن 21 به نقطه صفر رسید، یعنی نظامیان، افغان مسلمی، 11 ماه مرسی و بعد به نقطه صفر رسید. ولی دوستان، عزیزان، سروران، آنجا هم بودند 5-7 نفر و بعد 5 نفر جوانکایی که هیچ عقبه نوشتن قانون اساسی رو نداشتن، نه سال 32 رو دیدن، نه 42 رو دیدن، نه 48 رو دیدن، نه به حساب زندانی دو زندان دو حاکمیت قبل و موجود بودن، نه عقبه آنچنانی رو برای خودشون مفروض داشتن. شما مثلا کیو من مثال بزنم تو ذهنم مونده، علا عبدالخطا رو ببینید، اون جوان با 69 نفر به حساب عضو فیسبوک آن زمان ناشناخته تر از این بود که در دانشگاهی رو که به حساب تحصیل میکرد به عنوان رهبر که چه ارز کنم کسی جز همکلاسیاش یا فامیلاش بشناسنش، به عنوان رهبر تمام قد ظاهر شد تو ماجسالی ها، آتنا دائمی ها، سپید قلیان ها. من صدها اسم میتونم نام ببرم به حساب از ایران. اگر آن کلیت 5-6-7-8 بندی رو اگر نخبگان، ما دوره اینو پافشاری میکردیم، خاطرم هست از 2008 منشور سرنگونی رو من به حساب جزء جماعتی بودیم که 8 بند رو اونجا فقط لغو آن چیزی که قدرت سیاسی مذهب باشد، سپاه پاسداران، به حساب لغو قانون اعدام، اینو بردیم به قول عربا دقلباک کردیم. خاطرات 3 ساله رو من میتونم 3 ساعت بشینم وقت شما رو بگیرم. آن زمان این همیت وجود نداشت، اصلا عقل خرد جمعی در چپ راست ایران نبود، همه دشمن هم بودن در اپوزیسیون. در طول این 82 روز به باور من به یک نقطه رسیدیم. من بارها به رهبران سیاسی گوشزد کردم، اون به حساب 48 ساعت آخری که لنین از هلسینکی میخواست بره برای سانت پترزبورگ، تهدید به استعفا، تهدید به اخراج از حزب خودش شد، ولی ایشون روز ساعت انقلاب رو میدونست و میدونست. جمله جالبی بود که قدرت آن چیزی را که انقلابیون هستن 80-90 نه 95% داخل است. الان 95% داخل یعنی 43 سال اپوزیسیون خارج از نشین، خارج نشین که من به حساب بارها اینو گفتم، به ترم اول علوم سیاسی توکیو، سیدنی، تورنتو درس میدم به دانشجوهای 18-19 ساله که به نام اپوزیسیونی که بیماری کوبا رو دارن. بیماری کوبا 5 نسل گذشته، الان 3 نسل دارن سناتور میدن توی سنای آمریکا، ولی یه قایقای بازی میشن. جناب سام، اگر قرار نیست که از اون بیماری ما عبور بکنیم، با کمال می چند تا جمله بگم، به باور من چند بند اساسی به توافق بایستی در نظر گرفته بشه تا مورد حیرت و تعجب و آن سیر حوادث قرار نگیریم. به باور من دیگه هیچ انقلابی از قبل تنظیماتی داشته باشد که مثلا در جیبمون داشته باشیم 117 بند فلان قانون اساسی از کجاها آورده باشیم
و بعد بریم دبالبا بکنیم به بزرگ کوچک شخصیت‌های حقیقی حقوقی سازمان ها اعصاب و بعد به تجمیع برسیم و شور وقتانه به حساب نه سیر حوادث به ما اجازه میده نه تاریخ مصرف این داستان است. ده هشتادی ها رو باید شنید، آن چند بند اساسی رو هر کی که توافق داشته باشد، تمامیت ارضی و دولت غیر متمرکز یک درفسودی است به علوم سیاسی انسانی که الیت روشنفکری ایران بایستی روزانه به نظر من 10 ساعت 12 ساعت روش کار بکنن تا به این توافق اصلی و به این کلیت برسن، وگرنه به باور من یک مقدار خوشخیالی که چرتن خوشبینی بیش از حد هست برای سفر سیاسی خاورمیانه، نه جواب داده نه میتواند جواب بده در عدم یک به صاحب حکومت متمرکز. سپاسگزارم، ببخشید که وقت شما رو گرفتم. ممنون از شما. تصور کنم که وقت اتاق تموم شده آقای شادان، اگه درست میفهمم برای جنبندی شما یا آقای صدارت. متشکرم از شما و جناب سام گرامی. جناب صدارت، شما در پایان صحبت های برای تکمیل این جلسه امروز دارید؟ بله، عرض میکنم الان برای شما آقای شادانلو. این لینک رو از من خواستن توی لایوی که توی اینستاگرام داریم، لینک اون گفتگوهایی که با آقای بنی صد انجام شده در مورد کودتای خرداد 1360 رو، اگه لطف بکنید از توی واتساپ برش دارید و اینجا توی چت بذارید که در دسترس باشه واسه کسان که علاقه من هستن. من اینو الان به صورت زنده هم تو تلگرام گذاشتم، هم توی اینستاگرام گذاشتم، هم توی یوتیوب که اینا داره زنده پخش میشه اون لینک رو گذاشتم، ولی اینجا توی کلاب هاوس نمیتونم. اگه جناب علی لطف کنید و بذارید خیلی ممنون میشم و بقیه اون لینک هایی که خدمتون دادم. هموطن عزیزی هم که لطف کردن اینجا پیغام دادن که میخونم عینن، لطفاً به جوانان داخل ایران اعلام کنید که این تا این شلوغی های دنبال خدمت رفتن هستند، اعلام کنید که به خدمت وظیفه اجباری نروند تا پادگان های این مزدوران خالی شود. اعتصاب سربازی پیشنهاد بسیار خوبیه. من سعی کردم خودداری بکنم از اینی که بگم به اصطلاح این کارو بکنید یا اون کارو نکنید، ولی میتونم بگم که این یکی از راهکارهای عملی و بسیار موفقی بود که در دوران 1357 تونست اون به اصطلاح سرنوشت غیر خشونت و گذار غیر خشونت زدا رو به عنوان یک سرنوشت واسه ملت ایران که سرمشق شد چندین سال بعدش بهار عرب از اون کپی کرد رو رقم بزنه. در نتیجه این پیشنهادی که این دوست عزیزمون اسمشون رو نمیخونم، شاید ملاحظات امنیتی داشته باشن، ولی ممنونم، برای خالی کردن پادگان ها. یه چیزی رو فقط میخوام یادآوری بکنم که در این فیلم هایی که نشون میدن میبینیم که سربازای وظیفه رو میندازن جلو، مثلا حتی موقع به اصطلاح دستگیر کردن ها تو خیابون ها رو دارم عرض میکنم، تو جلب کردن مردم، زدنشون با باتوم، این حرفا، حتی دیدم که یک افسری به یک سربازی زدش که تو چرا برو بگیرش، چرا یا برو بزنش یا اینجور چیزایی. در نتیجه اون سرباز دیگه خودش میتونه تصمیم بگیره، تصمیم هایی که نسل های قبل از شما در سال 57 گرفتن، این بسیار مؤثر بود و بسیار کارساز بود. یا مثلا چرا اونو بگیم، اون سربازهایی که مثلا تو زندان اوین هستن، اونا چرا ادامه بدن؟ این خدمت که ضد خدمته، این رو در مورد اونها میشه گفت. ولی من سعی کردم که به اصطلاح این آزاد شدن زندانیان سیاسی یکی از به اصطلاح چیزای بسیار بسیار مهمی است که باید هر چه زودتر اتفاق بیفته و اون شلوغیایی که داخل زندان گزارش میشه و اونایی که بیرون زندان گزارش میشه. الان مثلا شنیدیم که میخواد آقای رئیسی خیلی لطف فرمودن دستشون در نکنه، یک ورزشگاهی رو گفتن میخوان نزدیک زندان اوین واسه تجمع خانواده های زندانیان سیاسی درست بکنن. چقدر منت گذاشته برای کرامت انسان، چیزی که اصلا کرامت رو با طی
ممکنه تا با تا بنویسه. اصلا این آقایی که به قول آقای منتظری قاتل تاریخی هستش، فکر کرامت انسانه، میخواد مدیریت بکنه، جمع و جور بکنه این تجمعات رو دوربر زندان اوین، ببرشون یه جای دیگه که بشه راحت سرکوبشون کرد. و به نظرم میاد که مردم ایران در خیابونها در دور زندانها از این بسیار بسیار هوشیارتر باشن. و اگر همین جور پیش بره، تکرار میکنم، اگر همین جور پیش بره و ابعاد این جنبش خودجوش به لحاظ کیفی و به لحاظ کمی هرچه گسترده تر بشه، مسلماً اون روز دیر نخواهد بود که جنبش های داخل زندان و جنبش های خارج زندان به هم بپیوندن و این جنایت هایی که واقعاً عشق از چش آدم میاد وقتی که میشنوه یه کسی تعریف میکنه که جوونی که از به اصطلاح گرفتنش از خیابون کاری هم نمیکرده، بردنش اونجا واسه اینه که بترسونن دقیه رو، چه فجایعی رو به اصطلاح انجام دادن راجبش. در نتیجه اونی که زندانبانه به عنوان سرباز وظیفه متاسفانه نقش پیدا میکنه در اون سرکوب ها، در اون تجاوز ها. اون دیگه بستگی به خودش داره، هر شخصی به سهم خودش، به نوبه خودش، که کی به خودش بیاد و کی تصمیم بگیره که نه، من جزو این چرخه خشونت و تجاوز نمیخوام باشم و بیاد بیرون. مسلماً برای قوای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی اون هم پیش خواهد اومد واسه بدنش، درست مثل همونی که در عرضم به خدمت شما سال 56 و 57 و اینها دیدیم که حتی تو گارد جاویدان، توی سالن غذاخوری گارد جاویدان، یکی از اونایی که سنشون کمتر هست، یک قرباگری بسیار بسیار شدیدی میشد که کیو را بدن اصلا تو اون گارد جاویدان شاهنشاهی. و دیدیم که تو همون به اصطلاح محل غذاخوریشون اومدن افسرهای موافقشون رو به رگبار بستن. ما مخالف خشونت هستم، من به اونجا نمیرسه ایشالله. ایشالله که امیدوارم اون کسانی که در رأس هستند بشنوند صدای بدنه زیر دستشون رو، پاسدارن، پاسدارا، بسیجیان، بسیجیا، عرضم به خدمت شما امنیتی، اطلاعاتی ها، پرسنل لشکری و پرسنل کشوری، هرچه زودتر تا صدماتی که به این میهن ما، به هم میهنان ما بیشتر از این نشده، این کار یکسره بشه که برازنده یک انسان، به خصوص یک انسان ایرانی با اون سابقه جنبش و جوشش و انقلابی که داره، اصلا اینی که در کشورمون میبینیم نیست. ما لیاقتمون بسیار بیشتر از این هست و ما میتوانیم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر با همدیگه مشارکت بکنیم. و شک ندارم که اگر که اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملیمون رو بیشتر بپرورونیم، چه در مورد رسانه‌ها که جناب آقای مجید حسنی فرمایش کردن اون کاملا درسته، یا آقای محمد فرمایش کردن در مورد اون اندیشکده، اونا میتونه به صورت موازات پیش بره. من اونو رد نمی کنم، ولی مسلماً جنبش منتظر به اصطلاح هیچ کس نخواهد شد. جوانای دهه 80 دارن میکشن تمام این 80 و چند میلیون نفر رو در داخل خارج ایران و این 8 میلیارد نفر رو تقریبا در سراسر دنیا با درآمیختن با افکار عمومیشون. این نمیدونید به عنوان یک ایرانی در خارج از ایران چقدر غرورآفرینه، چقدر باعث فخر و آرامش روح و روان آدم میشه که ببینه که چی میگن راجع به ما ایرانی ها. دهه 80 هم همین رو گفتن، منتها دیسکورس دهه 80 شد رأی من کو، یعنی این رژیم بمونه، حق حاکمیت من، حالا من بهش نرسیدم، ولی الان نمیگه رأی من کو، میگه حق من کو، حق حاکمیت ملی من کو، و من اجازه نمیدم که تو ادامه بدی با دروغایی که داری میگی و با این جنگ روانی بخوای ما رو شکست بدین. یادمون باشه فرمانده سپاه پاسداران 3 فرازشو از گفته هاش توی یک عکسی گذاشته بود، یکی از هموطنانمون، چقدر واقعا هنرمند و مبتکر هستن این جوانها، که اولین سخنرانیشو که میگیریم میزنیم میبریم اختشاشگر، فتنه‌گر، جاسوس اسرائیل، دومی یه خوله یواشتر و شلتر، سومی رو که مال همین چند روز پیشه گفته که ما جوانان، حالا اسم جملاتش کاملا خاطرم نیست، ولی
بسیار دست زیر گرفته، معلومه که مرعوبه از چهرهش، حرکات بدنش، انتخاب لغاتش، معلومه که کاملا این ترس از دل جامعه ایرانی رخت بربسته، رفته چادر زده توی قلب و روح و جسم و روح و روان این رژیم، از رده های بالاتر به خصوص بگیر تا این رده های پایین تر. مطمئنم که اگر که به همین ترتیب ما ادامه بدیم پیروز خواهیم شد، هیچ شکی درش ندارم.